الان فکر میکنید که میخوایم راجبه رئال یا بارسا صحبت کنیم ولی اشتباه میکنید میخوایم راجبه رئال مادرید کاستیا صحبت کنیم که تیم رزرو رئال در هفته گذشت رئال مادرید کاستیا به مربیگری راول توی اولین بازی پلی آف خودش بازی کرد و رسیدن به لیگ دست دوم اسپانیا تو این بازی راجل و تیم ای تیم بازی کرد و نتیجه بعد بیست دقیقه بازی سف سف مساوی تموم شد اولا تک بازی بود بازی پلی آف و به میزبانی ایبیزا برگزار شده بود بخاطر اینکه ایبیزا توی جدول رده گروه خودش توی لیگ بالاتر از راه ماید کاستی ها شده بود و آن برای امتیاز میزبانی گرفته بود یه قانه عجیب غریبی که لیگ اسپانیا داره اینه که وقتی بازی پلی آف برگزار میشه اگر دو تا تیم توی 120 دقیقه با هم مساوی کنن به پنالتی نمیره و تصمیم گیرن که کدوم تیم میره بالا میفته به اینکه ببینن کدومشون توی جدول رد بندی بالا تعویض شده یعنی معنیش که وقتی لیگ داره برگزار میشه اون تیمی که توی جدول بالاتر توی مسابقات پلی آف هم میزبانی میگیره هم در صورت مساوی شدن بازی به طور خود به خود میره بالا بدون پنالتی که خیلی قانع عجیبیه و من نمیدونم چرا گذاشتن این قانون چرا پنالتی رو برگزار نمیکنن به خصوص با توجه به اینکه اگه دو تا تیم جفتشون رتبه آشون یکی بوده باشه چون این ممکن چون لیگ دست سه اسپانیا توی چند تا زیر گروه برگزار میشه بعد تیم های زیر گروه های مختلف تو پلی آف با هم برگز بازی میکنن برای من کاملا اون که رتبه آشون با هم مساوی باشه و اگه این دو تا تیمی که دارن با هم بازی میکنن با رتبه آشون با هم مساوی باشه این دو تا با هم بازی کنن و مساوی بشه نتیجه بازیشون با هم دیگه اینا میرن توی پنالتی پس بازی ها امکانه برگذاری پنالتی داره ولی نمیکنم ولی با ستیم مایکر پرشون یک سان نیست این کار نمیکنم که خیلی برم عجیبه <تصفح> خاطر رال هست شد نتونست بره به مرحله بعدی پلی آف اگه سه تا بازی میکرد و سه تا بازشو میبرد میتونست برسه به لیگه دست دوم که خیلی میتونست مهم باشه واسه رال مایده کاستی ها <تصفح> و دلیل نه اهمیتش اینه اولا فوتبال ای توی اسپانیا تا اسمن تا دسته چهاره ولی عملا تا دسته دوم فوتبال ای منظورم چیه؟ منظورم که اولا تا دسته دوم همه تیمها توی ورزشگاه واقعی بازو میکنن ورزشگاهی که چمن طبیعی داره چمن مصنوعی نداره سایز ورزشگاه ها... مثل ورزشگاه هرفیه جزو ورزشگاه کچیکتر سایز کچیکتر نیست و بازیکن بازی کنه, بازی کنه حقوق میگن از باشگاهشون به طور کامل حقوقشون نصف و نیمه نیست حقوقشون کمتر نیست و معمولا هم تیمای خیلی بهتر دارن توی اون لیگ بازی میکنن نصف به تیمای دست سه وم و تیمای دست چار وم. و این اهمیتش از این جهته که مثلا وقت ما مایده کاست یا جلوی تیم دست سه و بازی میکنه اون تیم دست سه و که سناشو خیلی بالاتره و دومن خیلی بازی میکنن چون که اون اون حرفه بازی بازیکن‌های دست دومو ندارن این خشونت بیشترشون باعث میشه که مصونیت این بازیکنها بره بالا معمولا مثلا تیم رامارد کاستیا لیستش تو طول فصل از 40 الی 50 تا بازیکن استفاده میکنه دلیلش هم که م... میزان مصونیتشون بالاتره میزان مشکلات که تو طول فصل براشون پیش میاد بالاتر و همه اینا باعث میشه که بالا رفتن تیم توی ببخشید <applause> بالا رفتن این تیم توی دست ها مهم باشه از طرف دیگه توی این چند سال اخیر که رالی را سری بازیکن کنه جبونه خیلی خوب داشته هر دفعه مجبور شده این بازی کنه جوون خوبش رو قرضی بده به تیمای دیگه چون که خود را اومده کاسته توی لیگی باز نمیکنه که به اندازه کافی چلنجینگ باشه واسه این بازی کنه جبونه خوب و برای همین مثلا کوبرو امسال قرض دادن به ویارال بعد توی ویارال که خوب جواب قرض دادن خطافه مثلا الان بازی کنی مثل رنیر خصوص که از برزیل رال گرفته بدین که توی رامده کاسیا بازی کنه قرض دادنش دورت مون و اونجا توی دورت مون تقریبا اصلا بهش باز نزده خیلی دقیقه کمی بازی بهش رسیده خب اگر آلمان دکاسه توی دست دوم بازی میکرد یه بازی, بازی چلنجی تر توی جلوی تیمای هرفهی میتونست بازی کنه اینو لازم نبود این کار بکنه. رو بکنم بازیکن بازی توی تیم خودشون نگه دارن و همون جا به پرورششون بپردازن و این ریسک اینکه این, این بازیکن های قرضی توی تیم های قرضشون جواب ندن و بر ندارن مثلا یه مثال دیگه یه درواز ما داریم آنجا اینو از اوکراین خریدن توی سن 16 سالگی نو چند فصل قرض این بر چند فصل نه یکی دو فصل قرض این بر اون فرستادنش مثلا یه بار با دارید یه فصل ولی توی وارد اصلا بهش بازی نرسید در که قول داده بود وارد که به لونین بازی بده خب اگه ما اینو میتونستیم توی تیم خودمون توی کاسیا نگهداری و مرتب بازی کنه خیلی بهتر بود تا اینکه بره وارد ولید بشنه روی نیمکت یا بشه روی سکو فایده دیگه که میتونه بود که اگه توی یه موقعیتی ما نیاز داشته باشیم که این بازی کنه بیاریم توی تیم اصلی که واسه تیم اصلی بازی کنه وقتی توی تیم رزرو خودمون باشه میتونیم یه هفته بیاریمش واسه تیم اصلی بازی کنه مثلا فرض کنیم تیم تیم اصلی دوشر میشه دوچاره محرومیت میشه یا کرونا مثلا واسش اتفاق میفته ولی وقتی به قرضی بدیش به باز کنه دیگه نمیکنه از دست میدی حالا من این بالا رفتن تیم رئال مادرید کاستیا به دست اون خیلی مسئله مهمی بود برای راه و الانم هم هفت فصل که اینا توی کاستیا توی دست دو نبودن اگه سعود کنن چی میشه مثلا از دست دو بیان لالیگا نمیتونن نمیتونن همون دست دو میمونن تیم پایین تر به جشن میره مثل نیست که سپاه نوین فروختنه آره نه سهمیه شواره فروختن آه. به فولاد. نه نه نمیتونه کلان تیم بعدی میاد راول خواهیم اقدار راجعه مرابیگه راول حرف بزنیم از این جد که حسابی حرفش هست که ممکنه راول بشه مرابیه بعدی راول راول فاستا با کاستیا با 4 3 3 شروع کرد با فرمیشن 4 3 3 بازی می‌کرد ولی آروم آروم ترکیب تیم رو برد به سمت 3 4 3 به دو تا دلیل دلیل اولش این بود که ام یه بازی کنه هاف بکتر رال یه دونه هاف بکتر رال که از زیران هم بعض وقت دعوتش میکنه این فصل هم سر رال بازی کرده به اسم بلانکو این بازی کن بازی کنیه که هولدنگ میتفیل داره ولی به عنوان تک نفر توی 4 نمیتونه بازی کنه به عنوان اون, اون یه هولدینگ میدفیلدر عقب زمین نمیتونه بازی کنه و خیلی براش راحت را را اگه توی دابل پیوت بازی کنه واسه همین یکی از علی که ترکیب داد به 3 4 این یه <coughs> ببخشید من هی سرف میکنم نمیدونم چرا یه دلیل دیگه این که این کارو کردیم بود که از یه جایی به بعد فصل زید آن شروع میکرد از یه سری از بازیکنهای رال از یه سری از بازیکنهای رامد کاسیا استفاده کردن و این بازیکنها رو به خصوص توی پست های وینگ بک ازشون استفاده میکرد یعنی مثلا ماروین رو توی پست وینگ بک ازش استفاده کرد در که ماروین که توی همین بازی با گرانادا دفاع چپ را بازی کرد پست اصلیش وینگره, وینگره, چ... وینگره... وینگر وینگر ببخشید وینگر راست نه چند. وینگر راسته و بعد زیدان ب... میخواست توی وینگ بک راست بهش بازی بده بنابراین راول بنابراین که اون نیازهای زیدان رو هم بتونه برابرده کنه یه ترکیب فورمشن، یه دلیل دیگه ترکیب فرمش نمی بود که بتونه اون باز کنه توی اون پوست که زیدان نیازهایی طول فصلشون استفاده کنه اه... از طرف دیگه راول چیز سی... مربی بگهش، استایل مورد خیلی شبیه سیمون است کنار زمین خیلی بالا پایین میپره خیلی ام. با بازی کنه همش به طور مرتب در ارتباط داره داد میزنه با بازی کنه صحبت میکنه این کار بکن اون کار نکن و مثل زیدان نیست زیدان به نسبت آروم تره مثل سیمونه مثل کنته یه رفتار اون شکلی داره و اینکه خیلی هم با بازی کنه سخت گیره یعنی چی؟ یعنی مثلا اووردن موبایل و کلا ابزارهای ارتباطی به تمرین و به اتوبوس تیم و اینا رو کلا ممنوع کرده که خیلی جالبه اگه بیاد سمرب یه تیم اصلی شه و نمیدونم که میخواد چیکار کنه عین این باباهای قدیمیه برای آکادمی فکر کنم جواب بده مثلا شون ضعیف دجیده ولی برای بازیکن اصلی ها حتی میتونه تاثیر معکوس داشته باشه اینکه میگی راماید کاستیا اولا موقع که راولوم هد سنیش به نسبت بالا تر بود ولی امسال کلا چهار تا بازی کن ترک ترکیب را کاستیا بودن که یا همین الان توی رده های جوانان ها بازی توی رده یعنی جوان جوان تره تیم بازی نمیکنن یعنی همین خود رئال کاستیا مثل رئال اصلی که از رئال مادرید کاستیا بازی کن می اینا هم میتونن از رده های جوان از رده های جوان توی یه هفته ببین این, تیم رد رزرو یا تیم مثلا تیم زیر نه تیم رزرو اوکی فرقش فهم اون چیزی که من گفتم خیلی پس چیز نیست موضوعیت نداره ولی بگو این تیم رزرو و بعد میتونه از تیمای جوان تره بازیکن بازی کن بگیره و راول خیلی از این استفاده کرد و یه سری بازیکنایی یعنی هم که فصل پیش با خودش توی تیم جوانان باشگاه بازی میکردن و اوورد بالا یعنی یه سری از بازی که قهرمان لیگ جوانان شده بودن و با خودش اوورد توی را کاستی مثل میگل گوتیرز ام. و کلا چهار تا بازی کنی این بازی کردن که هیچ کدوم این دوتا شرایط رو نداشتن توی ترکیب رامار کاسیو و آن برای تیم خیلی جوانی ساخته بود یکی از مشکلاتی که همشه رامار دکاستیو داره که سخته براش خیلی سعود به دسته دوم اینه که ام اولا بازی موقعی میرسن از رده‌های جوانان میرسن به راه کاست که دیگه سنشون به نسبت رفته بالا دیگه رسیدن به 21 رسیدن به 22 سال سن و کم کم میخوان برن توی تیمایی که پول بهتری میتونن بگن توی تیمایی که یه ذره بهترن ام. و بنابراین این باعث میشه که خیلی نتونن با تیم راه یا یا بمونن اونجا بتونن با هم ببینیم حالت تیم پیدا نمیکنه انگار هر سال یه تعدادی از بازیکنان که دوره هم جمع شدن ام. از اون طرف اگه تیم بخواد ها رو بیشتر نگه داره توی سین بالاتر نگهشون داره مجبورشون کنه به اون قراردادای بلند مدت تر باشون ببنده این یه جوری خودش چیز میشه برخلاف هدف اصلیش میشه چون که هدف این تیم نه که بازیکن‌های جوان آماده رو داشته باشه برای رزرو واسه تیم اصلی که به اضافه از... شن به تیم اصلی از... آره بعد تو اگه بخوای سری بازیکن سن بالایی که حالا یه مقداری هم شاید باشن نگهداری خب این پوینتی واسه باشگاه نداره برای همینه که این تیم از سال به سال همیشه خیلی تغییر میکنه معمولا <محن> و این این مشکل دارن و خب الان کاری که راول کرده یه سری بازیکن خیلی جوان با خودش آورده توی این تیم ممکنه باعث بشه که اینا چند سال بیشتر, بیشتر بتونن با هم دیگه بازی کنن و شانس تیم برای برن که حالا مثلا فصل‌های بعد بهتر هم بشن بتونن واقعا به دست دو کنن بیشتر میکنن